من دیروز رفتم پلیس بلایی در دو صادر شده ولی میزنم به پست تحویل داده نشده. یا تحویل پست تهران شده امروز فردا میرسه خون. الان سه نوع خدمت در حال انجام است. یک بحث صدور گذرنامه است که از طریق دفاتر پلیس اضافه ده درخواست ها ثبت میشه. بحث دوم برگه گذر اربعین هست که اون هم درخواست اولیش توسط دفاتر پلیس اضافه ده ثبت میشه و پس از چاپ و صدور از طریق پست در به منازل متقاضیان تحویل میشه. خدمت سوم تمدید گذرنامه های فاقد اعتبار هست که تاریخ صدور اونها از 1/6/91 به بعد باشه. خسته نباشید. تمدید انجام دادید؟ آه. چقدر طول کشید؟ روزانه تعداد باجه‌های پستی متعدد سطح شهر را اندازی کردیم در سه ناحیه به اضافه شهرستان‌های تابع که برای تسریع کار مردم ما باجه‌های اعلام کد پستی رو و کد 20 رقمی رو راه اندازی کردیم که مردم با ارائه کد ملی کد دریافت میکنن، متوجه میشن که گذرشون وارد قم شده یا نه. از زمانی هم که در پیامی که بر موبایلشون ارسال میشه 24 ساعت تا 48 ساعت طول میکشه که از مرکز میکانیزه به استانهای مثل تهران و استانهای همجوار تهران و 48 ساعت استانهای غیر همجوار تهران مرسولات و گذرنامه ارسال میشه. دینار عراق و دلار آمریکا عرضه میشه به هر زائری روی هر کارت ملی 100 200 الی 300 دلار پرداخت میشه و معادل دینار عراقش نفری 150 هزار دینار عراق به هر کارت ملی تعلق پیدا میکنه. یه امداد کارت بانکی کارت ملی مبلغ دلار 200 شد. ما از اول سفر سیستم واسه اون بستن و یه روز فقط باز کردن که ما یه چند تا مسافر فروختیم. بعدا گفتن که بعد ترمینال از ترمینال فروش انجام میشه. هیچ کدوم از دفاتر بلیط ندارم واسه مهران. مهران روزانه حدود 110 دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی از پایانه مرکزی کوثر استان قم به سمت مرز مهران و مرز شلمچه حرکت میکنند. سیستم فروش بلیط به صورت روز فروش و حضوری هست که معمولا یک نفر از نمایندگان افرادی که میخواد به این مسیر تردد کنه توسط پرسنل خود ما که دو نفر دستاران مرکزی مستقرن نام نویسی میشن به شرکت ها برای صدور بلیط به اینها عادت میشه. به محض رسیدن اتوبوس هایی که دیروز اعزام شدن که معمولا از 10-11 صبح اتوبوس ها میرسن تا 12-1 شب به ترتیب همون لیست اولویت ها اینا اعزام میشن. Oh,
چه فرامون.